باز هم خوش آمدن به ادامه صبح و زندگی در بخش نبض سلامتی هستیم. دکتر بصیره حکیمی، متخصص امراض نسایی و فولادی مهمان ما هستند و امروز روی سرطان سینه و عواملش صحبت میکنیم که متاسفانه طی آمار اخیری که انجام شده این مشکل خیلی زیاد شده برای خانم ها و امروز روی که سرطان سینه چی است و چه عوامل باعث میشه که یک خانم دچار این مشکل شوه، راه های حلش چی است و در کنارش چطور بتونیم جلوگیری بکنیم از این مشکل، از این مرض. بیشتر امروز دکتر صاحب بر ما و شما معلومات بدن. یکی از موضوعات خیلی مهم است که حتما تمامی خانم ها و دختر خانم ها باید بیننده یه بخش باشن و معلومات حاصل بکنن. دکتر صاحب خوش آمدن، صبحتان بخیر. خوش باشین، صبح شما هم بخیر. سلام بر شما و بینندگان از تلویزیون آریانا. تشکر، سلامت باشین. امروز هم یکی از موضوعات خیلی مهم و حیاتی را انتخاب کردیم که 100% باید تمامی خانم ها و دختر خانم ها در رابطه با این موضوع معلومات داشته باشند. اول خب در مورد سرطان برای ما بگوین که سرطان چیست و سرطان سینه چیست؟ دقیقا خیلی یک موضوع مهم است که دختر خانم ها و خانم ها از وجود خود آگاهی ندارن. خود سرطان حجرات بیش از حد در یک از بدن ما در یک ایسیش بیش از حد نمو میکند، عبارت از سرطان است. میم سر سرطان سینه. سرطان سینه چی است؟ خود سینه از 15 الی 20 بخش تشکیل شده است و امی خود زی مانند گلبرگ مینا برش میگه، شکلش نوکسینه به او شکل میباشد و ای دارای لوبول و لوبول های کوچک می باشد که غده شیره و یعنی غده شیره به عده دارد افراز می شود. سرطان سینه وقتی که حجرات سینه یا سلول های سینه بیش از حد در هر قسمتش که باشه، که ساعت 12 باشه، ساعت 3 باشه، ساعت 9 یا ساعت 6 باشه، حجرات که بیش از حد یا سلول‌ها بیش از حد نشو نمو میکند، سرطان سینه به بار میاد. چه عوامل باعث میشه که این حجرات بیش از حد نمو میکنند؟ خب این عوامل محیطیم داره، عوامل داخلیم داره. عوامل محیطی ما میتونیم برات بگیم که از غذاهای فست فود است که ما خود ما بیشتر استفاده میکنیم. دیگه عواملی که خود محیط ما اگر متوجه باشین کباب میکنه، خود کربن داره ایچی میکنن به حساب وقتی پختن با وجود میارد، پخته میکنن خود کربن زیادتر افراز میشه. وقتی کنیار پخته میکنه دودش تمام جایا را آلوده میسازه. برعلاوه از این خود کسایی که مثلا الکل استفاده میکنن، قیلون استفاده میکنن، از خود امی مواد مخدر هم مواد مخدر و دیگه که کسایی که مثلا زیادتر زیر شوهای اکس هستن بمیان میه. کدام خانم ها در کدام سنین بیشتر مواجه با خطر سرطان سینه هستن؟ خانم هایی که سنشون از 35 به بالا میرن، در سن یایسگی می باشن، اونا بیشتر با ای سرطان سینه مواجه می باشن. بله. و آیا این مشکل به دختر خانم ها هم ایجاد میشه؟ به دختر خانم ها ایجاد میشه بسیار، یعنی سنشان کمتر نباشه، سنشان بالاتر باشد ایجاد میشه. البته که دختر خانمایی که ما گفتیم که یک عوامل دیگه است که یک ژنتیک است که مثلا مادر داره، از خالش، از خواهرش، از اونو به ارث میبرن. بله، ممکن است که مبتلا شون دختر خانم ها. آیا سن مشخص به دختر خانم ها هم است؟ نه سن مشخص نه، یعنی در هر سنی میتونن اگر در فامیل هایشان کسی سرطان سینه داشته باشه اینا به ارث ببرن و مبتلا به این مشکل شون، ولی در کل خانم هایی که بعد از سن 35 سالگی می باشن بیشتر مواجه با این خطر هستن که ممکن است دچار این مشکل شوند. خب دکتر صاحب، چه کار یک دختر خانم یا هم یک خانم باید انجام بده که جلوگیری از این مشکل بکنن؟ وقتی که یک دختر خانم
با این مواجه میشه، بیشتر غذای خوده، غذای مثلا غذای فاست فود نخوره، غذاهای مثلا مثل قهوه، غذاهای مثل سبوزدار باشه، از اونا بیشتر استفاده کنن. اینیا که از سمی خود سلول های سرطان کاهش میده. بله، و در کنار این موضوع چقدر همو دوران شیردهی بر یک مادر مهم است؟ آیا ممکن است که در دوران هم مبتلا به این مشکل شود؟ و اگر یک خانم در حال شیردهی باشه به طفلش، با طفلش مشکل ایجاد میکنه اگر خانم سرطان سینه داشته باشه؟ خیلی خوب سوال کردین. وقتی که یک خانم شیر میدهد، او یعنی بسیار نادر است کم مبتلا به سرطان میشه. وقتی که اونو شیر میدهد، هیچ وقت مبتلا به سرطان نمیشه، بسیار نادر است. یعنی در کل خانمایی که شیر ندادن به اولادهایشان، یا هم تنبلی کردن، یا خیلی زود شیره قطع کردن بالای اولادشان، دوچاری مشکل میشن. در کل تا چقدر وقت باید یک خانم، بسیار از خانواده ها هستن که مو پیش از دو سالگی شیره قطع میکنن بالای اطفالشان، در کل به خاطر اینکه جلوگیری بکنن از این مشکل، تا چند ماهگی باید با هم طفلشان شیر بدن که حداقل به خاطر صحت‌مندی خودشان فکر کرده باشن؟ به طبقه ذکور البته تا دو سال باید شیر بدن، و طبقه اوناس تا دو نیم سال باید شیر بدن که شیر بده هم خانم صحتمند باشه و هم طفلشان صحتمند باشه. خب سرطان سینه آیا شکل‌های مختلف هم داره، انواع مختلف هم داره و تداوی هم میشه یا خیر؟ خود سرطان سینه به دو قسم است، یکی بیناین است، یکی هم مالیگننت است، یعنی ما برش بگیم عامیانه خوشخیم و بدخیم است. خوشخیم یعنی به این معنی است که امی خود یک خوشخبری خوب است، یعنی کدام انتشار به دیگه اعضای بدن نمی کند. و آراز علائمش هم مثلا از خوشخیم که از درد داشته می باشد و امی خود از امی خود غدگ است، مدور می باشه، منظم می باشه، یعنی او می دانه که از طریق ماموگرافی تشخیص شوه و بعدا او را بردارن، عملیات میشه، عمل سرجیکل، باز میتونن که کدام مشکل را ایجاد نمیکنن. و ملگننت یا بدخیم کس اونو که هستن میتونن که انتشار کنن، میتاستاز بده و دیگه اعضای بدن ما. و او یعنی اگر پیش از وقت جلوگیری نشود، امکان داره که یعنی بیشتر 95% امکانات مرگ یک نفر می باشه. و در کل یک خانم در مشروعی که دچار سرطان سینه میشه، چه عرض علایم در وجودش نمایان میشه به یک دختر خانم، برای یک خانم که متوجه خودش شود که دچار این مشکل شده؟ ما یک امتحان چی داریم، ماینه داریم به نام سلف اگزام میگه. در پیش روی آینه استاد میشه یک دختر خانم، خود برهنه میکنه، امی دو طرف برست خود ماینه میکنه، مثلا چه قسم میبینه که سایزش متفاوت شده میباشه، یا کوچک یا بزرگ شده میباشه. دیگه خود نوک سینه یک قسم به شکل پوست نارنج ترکیدگی به میان آورده میباشه. برالوی ازی یک افرازات زرد چرک مانند، خون مانند، یعنی از او افراز می شود. خود ازی در پیش روی آینه مشاهده میکنه و باید وقتی که تغییرات را در وجود خود می بینه، عاجل پیش یک دکتری که آنکولوجیست است، تشخیص سرطان می تواند پیش از او مراجعه کند. یه عرض و علائمش است که هر خانم می تواند متوجه شود. دردهای هم داره یا خیر؟ از ملگننت که است ما بیشتر گفتیم که به دو نوع است. امی ملگننت آراز علائم ازی سایلنت است، خاموش است، این نشان نمیده، درد نداره. مثلا این وقتی که میبینه صرف تغییرات آمده میباشه، خودش سلف اگزام میکنه، میبینه که تغییرات در خود سیدی آمده میباشه. و برالاوی ازی ای خود ازی وقتی که چی میکنن، ماینه میکنن، امی ماموگرافی خونه میشه، امی خود نمونه برداری و بایوپسی میشه. از اونش وقتی که اونا رو میکنن، میبینن که این ملگننت است به خاطر. و خوشخیم که است بازو آراز علائمش مثلا امی درد داشته میباشه،
درد داره و دیگه ای که تغییر شکل و چیش بسیار کم. بله. خب هموی خطرناک است دیگه او درد نمیداشته باشه و خیلی خوب است که خانم ها متوجه باشند، معاینه بکنن. قسمی که دکتر سب گفت سلف اگزم هم شما میتونن انجام بدن، یا هم اگر باز هم دلهوره دارن یا میبینین که بعض از تغییرات در وجودتان آمده، حتما پیش دکتر متخصص مراجعه بکنن تا تداوی شوین. در بیشتر از مواقع ما متوجه شده دکتر سب که سیدیه قطع میشه از یک خانم، او کدام مرحلیش است و بعد از قطع شدن آیا امکان داره که دوباره خانم بتونه همو زندگی عادی خود داشته باشه، نرمال خود داشته باشه، و امکان است که دوباره نشون مو داشته باشه در قسمت؟ خیلی خوب. یک اوکس بدخیم است که توسط شیموتراپی جواب نمیدهد، مجبور میشه که مورا کلن مهاجرات سرطانی را میبردارن، یعنی بسیار کم اگر دوباره رشد کنه دیگه اصلا رشد نمیکنه. و آیا کدام راه های طبی تداوی هست به این مشکل؟ بله، بر مثلا اگر سینه را به حساب کازموتیکش میگین یا به حساب از لحاظ کازموتیک هم باشه، از لحاظ باشه تداوی. از لحاظ به حساب از اینکه سرطان ما گفتیم که اول تشخیصش توسط ماموگرافی و بایوپسی میشود، بعدن تداویش که است امی وخی میشه، ما امی سرجیکل میشه که میبردارن و خوشخیمش که است امی بیناین که است، باز ایرا شیموتراپی میکنن که راه های تداویش است از این. و از حساب از این که سرجیکل میکنن و میوردارن، این به یک دختر خانم خیلی دردآور است. دقیقا، خیلی سخت است. باز اونا ما در بخش کازموتیک و در بخش از این باز یعنی باز میشه که تغییر شکل برشان دوباره کمک به حالت نرمالش برگردن. آیا داخل افغانستان تداوی این مشکل میشه دکتر سید؟ بله میشود، در شفاخانه جمهوریت هم میشد، شفاخانه FMIC همچنان میشود. خب خدا رو شکر که همچین امکانات است، ولی در کل باید خانم ها متوجه صحتمندیشان باشن. دکتر صاحب، در کل یک خانم و یک دختر خانم چی موضوع خیلی زیاد برش مهم است که باید انجام بده تا دوچار به این نوع از مشکلات نشه؟ بر دختر خانم و خانم خیلی اول به خانمایی که مثلا در خانه هستن متوجه زنمی غذای خود باشن، متوجه محیط خود باشن و زیادتر کدام غذاهایی که مثلا کاهش سلولهای سرطانی را میدهد او را بیشتر است. مثلا قهوه گفتم، غذای سبوسدار گفتم، اینا همچنان میتونن عزیز بیشتر استفاده کنن، کاهش سلولهای سرطانی میشود. و دیگه ای که از محیط خود مثلا زیادتر اگر متوجه باشین از می کدام چیزایی که مثلا کربن تولید میکند، حتی مواد آرایشی ما براتون بگیم از این بیشتر، یعنی خودش یک مواد شیمیایی است که سبب سرطان میشه، از این باید بیشتر استفاده نکنن. بله. و از این باید متوجه باشن. و همچنان در مورد استرس هم بگوین، زمان که خانم دچار سرطان سینه میشه اگر استرس بگیره چقدر استرس تاثیر منفی میمونه بالایش و چقدر جلوگیری از استرس میتونه کمکش بکنه به تداوی بهترش؟ استرس خود کاملا خودش یک سرطان است. وقتی که یک نفر استرس داشته باشه این سرطان هم داشته باشه دوچند میشه این مرضش، حتی دوچند سه چند. و این وقتی که سرطان میشه راه های تداوی داره، ایتونه که نداره. مثلا گفتیم اگر بدخیم باشه سرجیکل میشه، اگر انتشار نکرده باشه، البته میتاستاس نداده باشه، و اگر خوشخیم باشه خوشا به حال شیموتراپی میشه، پس نرمال میشه. استرس خدا باید کاهش بتن این یا بله. و اصلا نباید استرس داشته باشین اگر احیانا شما متوجه یاروز علائم در وجودتون میشن. انشالله که همه چیز تداوی داره و صحتمند میشن و امیدوارم که خانم ها و دختر خانم های موضوع را جدی بگیرن و حتما مراجعه بکنن به دکترها و متوجه صحتمندیتون خیلی بیشتر از هر چیزی باشن. از شما هم خیلی تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردن. اگر پیام یا هم گفتنی داشته باشن هستن میشنم. پیام ما به دختر خانم ها و خانم های هستن که هر سال باید که یک بار ماموگرافی کنن تا بفهمند که یا سرطان سینه دارن یا ندارن، چون ماموگرافی یک معاینه بسیار ساده است
و خیلی آسان هم است. هیچ کدام مشکل را برشان ایجاد نمیکنند. بله، به خاطر جلوگیری خیلی خوب است. تشکر دکتر صاحب، روزتان بخیر. تشکر هموطنان عزیز، از همراهی شما هم وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه.